سلام همگی، چطورید؟ من سینای رو هستم و خوش اومدید به ویدیو ویژه آپدیت هالووین بازی فورتنایت که آخر بعد مدت ها که منتظر این آپدیت بزرگ بودیم امروز دریافتش کردیم و چیزای خیلی زیادی به داخل بازی اضافه شدن و استاد مایدسمون به داخل بازی برگشته و برخلاف فکرایی که میکردیم خیلی خوشتیپتر هم شده. روش گرفتنش رو به یک صورتی در داخل بازی در این ویدیو به شما نشون میدم. روح‌ها به داخل بازی اومدن به همراه آیتم‌های دیگه‌ای که در داخل فایل‌های بازی هستن و کنسرتی که ما قرار رو دریافت کنیم و اینا رو به همراه خیلی از موضوعات دیگه برای شما در این ویدیو بررسی میکنم. ولی آیرو گنگ، قبل اینکه به ادامه ویدیو برسیم یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک کنید. بعد از مدت‌ها صبر کردن آپدیت جدید هالووین رو به دست آوردیم و خیلی وقت بود که ویدیو خبری هم نداشتیم. بیایم لایک‌ها رو منفجر کنیم و اگرم تازه با کانال و ویدیوهای من آشنا شدید اون سابسکرایب رو بزنید. ما روزهای آینده کلا ویدیو خواهیم داشت و بدون هیچ معطلی دیگه بریم با هم ببینیم چه چیزای بزرگی در داخل بازی تغییر کرده و کلا فورتنایت در داخل هالووین چه تغییراتی رو انجام داده. خب اولین موضوع رو مثل همیشه با پیامی که فورتنایت به محتواسازهای خودش میفرسته شروع میکنم که میتونید روی صفحه ببینید که نوشته بو سینا به جای های که حالا حالت هالووینی داشته باش، که نوشته گوست نیو گیم پلی، که نوشته فورتنایت مرز به داخل بازی اومده با حالتهای ترسناک و جدید خودش در سولو دو و اسکواد ایجنسی توسط یک آدم مستر مایند که مثل همیشه مایدسمون باشه برای انتقام گرفته شده که مایدس به داخل بازی برگشته همونطوری که میدونید و ایجنسی هم به داخل بازی برگشته، دیگه اسمش اتوریتی نیستش. ارواحی هم در داخل بازی اومدن که اسمشون شادو هستش و شما میتونید در داخل بازی به اونا هم تبدیل بشید. چالنجای جدیدو داریم که با انجام دادن چالنجای جدید که در ادامه ویدیو برای شما کامل توضیح میدم شما میتونید بک بلینگ رایگان، پیکاکس رایگان، اکس پی رایگان و خیلی چیزای رایگان دیگر رو در داخل بازی به دست بیارید. و یه چیزی که من از اول دوست داشتم و آخر فورتنایت در داخل بازی تغییر داد و اونم حذف کردنه چارت شاتگانه که خدا رو شکر چند تا اسلحه مختلف هم به داخل بازی اومد، مثل پامکین لانچر، مثل تیرکمون مخصوص هالووینو. و بهتون گفته بودم که جاروی پرنده هم قراره به داخل بازی بیاد، یه آخرم اومد. هرچی گفته بودم خلاصه در داخل بازی الان اومده که بریم با هم جاروی پرنده رو در داخل بازی ببینیم. خب حالا از این موضوع بگذریم برسیم به موضوع بعدیمون که مثل همیشه بررسی میکردیم تغییرات مپ. تغییرات مپ اونقدر زیادی در داخل بازی صورت نگرفته ولی یک جای خیلی مشهورمون به داخل بازی برگشته که ایجنسی باشه و کلا مایدس اونجا رو به دست خودش گرفته، ولی بازیکن ها میگن که یه ذره قدرتش کمتره، مثل قبل لیزر نمیکنه. بعد چیزهای مختلفی که در داخل بازی میتونید ببینید در این گیم مودای فورتنایت مرز هستن که کلا مه مپ و پوشونده، به نظر من حالت ویژه خاص خودشو داره. و چیزهای مختلف هم که بهتون گفتم در داخل بازی تغییر کرده که اگر شما در این گیم مودای فورتنایت مرز برید که خیلی به نظر من گیم مودای جالب و پر از مه هستن، شما بعد از مردن نمیمیرید و تبدیل میشید به شادو. شادو یه جور روح مانندیه که در داخل بازی حضور داره و شما میتونید بازیکن‌های مختلفو باهاش بزنید و کلا از گلوله‌های اونا یا تفنگ‌های اونا استفاده کنید تا خودتون رو هیل کنید. و چیز دیگه‌ای که این حالت شادو و روح در داخل بازی برای شما نشون میده اینه که شما زمانی که ایموت برید در داخل بازی ایموت هاتون تلسپ شده نشون داده میشن، یعنی صداشون فرق میکنه نسبت به ایموت های معمولی که فورتنایت فکر کنم خیلی کار قشنگی رو اینجا انجام داده که بریم با هم کلیپش رو ببینیم و برگردیم. و چیز جالب دیگه ای که میخوام در اینجا بهتون بگم و فکر کنم خیلی از بچه‌هایی که برد کمتر میگیرن دوست دارن اینه که شما با بازی کردن نایتمر رویال ها، گیم مودای جدیدی که هستن، میتونید با هر بردی که به دست میارید به جمع بردای خودتون اضافهش کنید. یعنی هر بردی که در این بازی شما به دست میارید انگار یه برد واقعی به دست آوردید. و حالا که در مورد این موضوعات هالووین صحبت کردم برسیم به موضوعی که فکر کنم الان خیلیاتون سوال داشته باشید، مثلا تا کی میتونید چالنج های هالووینتون رو انجام بدید. میتونید روی صفحه ببینید تایگر هایپر گفت که قرار فورتنایت مر سال 2020 که همین الان باشه تا 3 نوامبر ادامه داشته باشه، یعنی تا 3 روز بعد از ماه میلادی بعدی، که یک چیز خیلی خوبیه. فورتنایت بیشتر وقت داده تا بازیکن‌ها چالنجر خودشونو انجام بدن. حرف از چالنجا شد، بهتون میگم که ما چالنجای جدید هالووین هم داریم که شما با انجام دادنشون میتونید جوایز رایگانو در داخل بازی به دست بیارید. چالنج اول اینه که شما باید در داخل بازی شادو بشید که زیاد کار به نظر من سختی نیستش. در چالنج بعدی شما باید 100 متر با این
داروهای جادویی توی بازی سفر کنید که 100 متر فکر نکنم اونقدر مسافت طولانی باشه. در چالش بعدی شما باید کندی بخورید. در چالش بعدی شما باید بازیکن‌های مختلف و زمانی که شادو هستید در داخل بازی پیدا کنید و اونا رو مارک کنید که زیاد فکر نکنم کار سختی باشه. زمانی که شادو بودید راحت میتونید این کارو انجام بدید. در چالش بعد باید مایدس رو بزنید و حواستون به هنچمن‌های مایدس باشه که خیلی حواسشون بهش هست. در چالش بعد شما باید این شادوها رو در داخل بازی بزنید، یعنی بازیکن‌های دیگه شادو باشن، شما باید اونا رو به صورت بازیکن بزنید نه به صورت شادو. و یادتون باشه که تیمینگ نکنید، فورتنایت داره بازیکن‌ها رو میندازه از بازی‌ها بیرون. و در چالش بعد شما باید قسمت‌های مختلف مربوط به جادوگرا رو در داخل بازی دیدن کنید. و در چالش آخر شما باید زمانی که شادو هستید این گان‌های لژندری، آیتم‌های لژندری رو بخورید و به اچ پی خودتون اضافه کنید. که اینا بودن از چالش‌های هالووین بازی فورتنایت. خب حالا از این موضوع و چیزهای مختلف و چیزهایی که در داخل بازی تغییر کردن در هالووین و جوایز رایگان بگذریم، برسیم به اصل مطلب خودمون که استاد مایدسمون باشه. و استاد مایدس اومده و برای انتقام اومده، ما نمیدونیم انتقامو میخواد از کی بگیره. خیلیاتون شوخی کرده بودید اومده از اون کوسه انتقام بگیره که فکر نکنم چنین چیزی باشه، ولی مایدس و شخصیت مخصوص به خودشو داره که میتونید روی صفحه عکسشو در داخل بازی ببینید که چه شکلی هستش اگر اسکینشو شما در داخل بازی به دست بیارید. الان ما نمیدونیم قرار فورتنایت اینو به صورت استایل به بازیکن ها بده یا اینکه قراره به صورت جدا بفروشه، که من فکر کنم به صورت جدا فورتنایت بیاد این اسکینو بفروشه، چون خیلی از اسکینا رو داره به صورت جدا میفروشه. ولی بهتون بگم که همین الانش هم شما میتونید اسکین مایدس رو در داخل بازی به دست بیارید و در داخل بازی استفادهش کنید، که روش خاص ویژه خودشو داره. زمانی که شما در داخل بازی به صورت میستیک باشید میتونید زمانی که یکی رو کشتید درست شبیه همون بشید و میتونید همین کارم روی مایدس امتحان کنید. زمانی که مایدس رو کشتید با قدرت میستیک میتونید شبیه مایدس بشید و بازیکن‌های دیگر رو گول بزنید، که واقعا به نظر من حالت ویژه و خاصی هستش. که بریم در داخل بازی گیم پلیش رو ببینیم و برگردیم. خب حالا از این بخش مهم مایدسمون هم در داخل بازی بگذریم، برسیم به موضوع بعدیمون که مربوط میشن به اسکین‌های مختلف جدیدمون. بهتون بگم فورتنایت خیلی اسکین در داخل این آپدیت به داخل بازی اضافه کرده، اسکین‌های قشنگ، استایل‌های قشنگو اضافه کرده که ما خیلی‌هاشون رو در ویدیوهای خبری قبلمون در موردش صحبت کرده بودیم، که یکیشون رو میتونید روی صفحه ببینید. من بهتون گفته بودم که این اسکین میاد حالت پاییزیش، که قبل اینکه اصلا فورتنایت در داخل بازی اضافه کنه اسکین دیگه‌ای که حالت جدیدشو فورتنایت اضافه کرده اسکین جک گوردون هستش، یکی از اسکین‌های خیلی مشهور بازی فورتنایت که میتونید روی صفحه ببینید حالت‌های مختلفش رو فورتنایت اضافه کرده، که اسکین جک گوردون رو خیلی از بازیکن‌ها دوست دارن. و اسکین‌هایی که حالت باکس داشتن و جعبه داشتن هم حالت‌های یه جورای اسکول تروپر مانند به دست آوردن. اینا بودن از اسکین‌هایی که در داخل بازی بودن و استایل‌های جدید به دست آوردن. بریم با هم گیم پلی اسکین‌های مختلف در داخل بازی رو ببینیم که فورتنایت با آپدیت جدید اضافه کرده و خیلی به نظر من اسکین‌های قشنگی هستن. و برگردیم. خب به نظرتون این اسکین ها واقعا قشنگ هستن یا نه؟ توی کامنت ها بگید و نظرتون کلا در مورد اسکین های جدید هالووین چیه. و یادتون نره که حتما از کد سینایرو در آیتم شاپ برای خریدن اسکین های جدید هالووین استفاده کنید تا از این طریق بتونید از منم حمایت کنید. و اسکین پارتی تروپر هم الان در آیتم شاپ هستش و شما میتونید خریدارش کنید به اندازه 1200. خیلی شبیه اسکول تروپر میدونم، ولی ارزون تر از اسکول تروپر هم هستش. خب حالا از این بخش اسکین ها هم در داخل بازی بگذریم، برسیم به موضوع بعدیمون که مربوط
میشه به کنسرتی که قراره در پارتی رویال اتفاق بیفته و کنسرت خیلی کوچیکی نخواهد بود. فورتنایت من بهتون گفته بودم که قراره کنسرتی رو از یک شخصیتی که ما زیاد نمیشناسیمش و فکر کنم بین اسپانیایی زبانها خیلی مشهور باشه، یعنی جی بالوینو قراره به پارتی رویال خودش بیاره که میتونید روی صفحه ببینید. قراره سوپر استارمون یا برنده 4 بار گرمی که جی بالوین هستش قراره به پارتی رویال ما بیاد، رپ حالا لاتینو اسپانیایی و کلا آهنگای اسپانیایی رو برای بازیکن‌ها اجرا کنه که تاریخش رو اگر شما میخواین میشه شنبه 10 آبان ساعت 4 و نیم صبح، که اصلا ساعت خوبی نیستش برای ماها و فکر کنم بیشتر اروپا اصلا ساعت خوبی نیستش، ولی یه بار فکر کنم بازپخش داره که برداشت باشه ساعت 3 و نیم صبح که بازم ساعت خوبی نیستش. نمیدونم فورتنایت با بازپخشش و اینجور چیزا چه نتیجه از خودش گرفته، حتی کشور اسپانیا هم با این ساعت نمیتونه نگاه کنه. فکر کنم فقط آمریکای جنوبی خیلی راحت‌تر میتونن این پارتی رویال رو در داخل بازی نگاه کنن. و شما زمانی که این اسکین جدید پارتی تروپر رو در داخل بازی گرفتید، حالت جدیدش رو فقط میتونید با شرکت کردن در این کنسرت در داخل بازی دریافت کنید. خب حالا از این بخش مهم کنسرتمون در داخل بازی بگذریم که برسیم به بخش بعدی ویدیومون که مربوط میشه به قهرمان‌های جدیدی که قراره اسکینشون به داخل بازی بیاد و قراره چالش‌های مخصوص خودشون رو داشته باشن، اسکینایی از شخصیت‌های خیلی مشهور مثل روح سوار و مرد مورچه‌ای یا همون انتمنمون. چالش‌های مخصوص به خودشون هم در داخل فعالیت بازی دارن، میتونید روی صفحه ببینید. نوشته هل آن ویلز یا آتش روی چرخ‌ها که نوشته ماشینا رو در داخل بازی برونید. زمانی که گوست رایدر هستید در داخل بازی، که من نمیدونم فورتنایت حالت گوست رایدر قراره به داخل بازی اضافه کنه یا اسکینش رو به داخل بازی اضافه کنه که چنین حرفی رو زده. و فایر مانکی اومده اطلاعات ما رو کامل تر کرده و نوشته سه تا پک مختلف در داخل بازی حضور دارن، گوست رایدر که میشه روح سوار، انتمن و گوست باسترز که فکر کنم کسایی که روح میگیرن هستش گوست باسترز. و نوشته اسکویش لندد آن انتمن که نشون میده قرار ما انتمن رو در داخل بازی ببینیم. و در مورد قدرت‌های جدیدی که در داخل بازی اضافه شده بهتون بگم که قدرت شیهالک هم در داخل مودهای معمولی بازی فورتنایت اضافه شده، یعنی اگر شما برید حالت معمولی سولو الان میتونید با زدن این درون های آیرومن میتونید قدرت شیهالک هم در داخل بازی به دست بیارید که کم کم داره قدرت های تمام قهرمان های ما به داخل مودهای اصلی فورتنایت هم اضافه میشه. خب بچه ها در اینجا به پایان ویدیو میرسیم. موضوعات واقعا عالی داشتیم، از کنسرت و برگشتن استاد مایدس که خیلی آدم باهوشی باشه به داخل بازی فورتنایت، اسکین های جدید رو داشتیم و منتظر ویدیو فردا باشید. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید و این ویدیو رو تماشا کردید. لایک رو فراموش نکنید که بزنید، واقعا به من انرژی میده و باعث میشه که اعضای بیشتری با آیروگنگ آشنا بشن. و تازه با کانال آشنا شدید اون سابسکرایب هم بزنید و جزو آیروگنگ بشید. همتون عشقید. من سین آیرو هستم و شما رو تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.